روز چهارشنبه قرار مهمترین دیدارهای تقریبا میشه گفت فصل انجام بشه. چه دیدارهایی؟ استقلال باید به مساف تراکتور رده چهارمی بره و پرسپولیس باید مقابل سپاهان رده سومی بازی بکنه. این دوتا بازی خیلی حساسن و حتی میتونن قهرمانی رو تعیین بکنن. بازی هاشون هم همیشه جذاب بوده، چه استقلال تراکتور چه سپاهان و پرسپولیس. کلا بازیشون پر گل بوده، نمیدونم پر حاشیه بوده و حرف برای گفتن زیاد داشت و تماشاگر پسند بوده، مهمتر از هر چیزی. مخصوصا بازی تراکتور و استقلال که فصل قبل آخرین بازیشون 7-1 به نفع استقلال تموم شد و بازی رفتشون هم که تو این فصل اونم قشنگ بود، حتی با اونم استقلال برنده شد دو تو اون بازی. اما کمیته داوران سازمان لیگ ما یه کار جالب و خفن کردن و اونم چه کاریه؟ برادران حیدری رو گذاشتن برای این دو تا بازی مهم و ببینیم که پیام و بیژن قراره چه قضاوتی توی این دیدارهای مهم این فصل داشته باشن، دیدارهایی که میتونه حتی قهرمان رو تعیین بکنه. اما اول از همه بریم سراغ بازی پرسپولیس و سپاهان، یعنی ال کلاسیکو فوتبال ایران. پرسپولیس و سپاهان بعد موقع به هم دیگه خوردن، این برای پرسپولیس سرت میکنه بیشتر. پرسپولیس یک بازی بد رو مقابل آلومینیوم داشت، شکست خیلی بد و وحشتناک. پرسپولیس 4 تا گل زد، خیلی خوبه تو فاز هجومی، اما 4 تا گل هم دریافت کرد و به اندازه تمام بازی‌هایی که گل نخورده بود امیررضا رفیعی تو این بازی گل خورد و خب این روند بد پرسپولیس رو نشون میده. و کلا هم پرسپولیس یه مقدار روند رو به افتی داشته، حتی بازی قبلیش هم یه مقدار متزلزل بود، البته به غیر از بازی با سنت نفت. تو همین بازی هم خب گل اول اورنوف آفساید بود، اما به طور کلی روند بازی رو اگه نگاه بکنیم میبینیم که آلومینیوم موقعیت‌های زیادی اتفاقا داشت، چه همون تو نیمه اول و چه فشاری که تو نیمه دوم آورد. و این برد آلومینیوم شاید استحقاقش رو داشتن، حقشون بود که این برد رو به دست بیارن مقابل پرسپولیس. حالا پرسپولیس با این عیان شدن بعضی از ضعف‌های تاکتیکی، با این ضعف‌های دفاعیش، حالا بعد مقابل سپاهانی قرار بگیره که خب اونم روند متزلزلی داشته، اونم روند سینوسی داشته، دو تا برد داشته، یکی برد داشته و دو تا باخت داشته تو 5 بازی قبلیش. پرسپولیس اما تو لیگ برتر عمل خوبی داشته، 4 تا برد و 1 تساوی از 5 بازی قبلی خودش به دست آورده. اما تو آمارهای تقابل‌های روبروشون بخوایم نگاه بکنیم، کف ترازو به شدت به نفع سپاهان سنگینی میکنه. اونا تو 5 بازی گذشته 3 تا بازی رو بردن و یه بازی رو باختن و یه بازی هم مساوی شده و این نشون میده که سپاهانی دست بالاتر رو حداقل تو تقابل‌های روبرو دارن و روحیه بالاتری احتمالاً مقابل پرسپولیس خواهند داشت. حالا بعد ببینیم که پرسپولیس اینجا امتیاز از دست میده و قهرمانی رو به استقلال واگذار میکنه یا اینکه نه پیروز میشه و یه خط نشون حسابی برای استقلال میکشه. اما بازی بعدی بازی استقلال و تراکتور، یک بازی که تو چند سال اخیر واقعا جذاب بوده و البته که سه استقلالی ها حسابی دست بالاتر داشتن. استقلال تو این بازی اگر پیروز بشه و پرسپولیس امتیاز از دست بده، میتونیم رو کاغذ بنویسیم که فعلا قهرمانی با استقلال و نکونام قراره بازی رو از عثمان و مشترک با یحیی ببره و این اتفاق خیلی جذابی برای استقلال پرحاشیه است. با اون همه حاشیه، با اون همه اتفاقات، حالا میخواد بیاد و قهرمانی رو برای خودش بکنه. استقلال روند بدی نداشته، عالی نبوده به اندازه پرسپولیس. اونا دو تا تساوی داشتن و البته خب 3 تا پیروزی هم داشتن. دو تا از این پیروزی ها مهم بوده. خیلی ها فکر میکردن تو این مقطع از فصل استقلال مقابل شمس آذر و آلومینیوم با توجه به تساویش مقابل مثل رفسنجان و اون عمل کردش به مشکل بخوره و امتیاز از دست بده، اما استقلال نشونه تو خونه آلومینیوم برد و شمس آذر رو هم تو تهران 3-2 پیروز شد که البته اون دو گلش هم واقعا در یک اتفاق و خیلی شرط خاصی پیش اومد و دوتا گل بد موقع و بدی هم خورد استقلال. البته این ضعف دفاع استقلال رو نشون میده. بعد ببینیم که نکونام همچنان به سلیمی اعتماد میکنه، یعنی که سیلوا رو برمیگردونه با توجه به عملکرد خط دفاعش توی بازی با شمس آذر که خیلی عیان شده بود. استقلال اگر جلالی و ماشاریپوف، بلانکو و محمدیش رو فرم باشن بازی پرگلی داره.
حالا اگر تراکتور بتونه این چند تا بازی رو بازیکن رو مهار بکنه، به خصوص ماشاریپوف و جلالی رو، احتمال خیلی زیاد میتونه برنده بازی باشه. ببین تراکتور روند بعدی رو خوب داشته، سه تا بازی رو، دو تا بازی رو به شکست خورده، دو تا بازی یک بازی رو برده و دو تا بازی هم تساوی داشته. این عملکرد بعدی برای تراکتور به حساب میاد. اونها حتی از زباهن 4-1 شکست خورده بودن توی لیگ برتر، هرچند که توی جام حذفی تو ضربات پنالتی این تیم رو شکست دادن، اما بالاخره عملکردشون توی لیگ تو چند تا بازی گذشته خیلی جذاب نبوده و حالا فقط متحری رو روی نیمکت خودشون دارن و هنوز تکلیف گل محمدی مشخص نشده و مجوز کار فعلا تا این لحظه نگرفته. باید ببینیم که تکلیف مربیشون چی میشه. حالا با این شرایط جدید و یک تاکتیک جدید، باید ببینیم که جلوی استقلال لکوناب تراکتور قراره چطوری بازی بکنه. باید ببینیم که میتونه امتیاز از استقلال بگیره و پرسپولیس رو به قهرمانی برسونه، یا اینکه نه استقلال بازم قلدر میخواد ظاهر بشه و این بازی رو هم پیروز بشه تا به قهرمانی نزدیکتر از همیشه بشه. تو تقابل‌های روبروی استقلال و تراکتور توی 5 بازی گذشته 3 بازی رو استقلال برده، 1 بازی مساوی شده و 1 بازی هم به تساوی رسیده و خب کفه ترازو کاملا به نفع استقلال سنگین می‌کنه. اما بازی تو تبریزه، تو 10 بازی گذشته تو تبریز استقلال 3 بار پیروز شده و تراکتور هم 3 بار پیروز شده و 4 بازی هم مساوی شده. بنابراین تو تبریز که همه چی متعادل نسبتاً و حالا بعد ببینیم که این بازی در تبریز چه اتفاقی میفته، به نفع چه تیمی اتفاقات رقم میخوره. نظر شما چیه؟ به نظرتون تو این هفته تقریبا قهرمان لیگ تعیین میشه و مشخص میشه، یا اینکه نه باید صبر کنیم تا هفته‌ای آخر برسه؟